خلاقیت. خلاقیت واژه‌ای است که بارها و بارها آن را شنیده ایم، و اما خلاقیت چیست و چه اهمیتی دارد؟ چه تفاوت بین ذهن خلاق و یک ذهن معمولی وجود دارد و چطور می توانیم ما به خلاقیت برسیم؟ نقش پدر و مادر در خانه و نقش اساتید و معلمان در مکتب و مدرسه برای رشد و ایجاد خلاقیت در انسان‌های خلاق چیست؟ یک ذهن خلاق چه ویژگی‌ها و چه خصوصیات دارد؟ چطور می توانیم ذهن خود را انکشاف دهیم و بتوانیم ایده ها و نظریات جدیدی را ایجاد کنیم؟ اینها مطالب و موضوعاتی است که امروز در عصر ما پیرامون آن صحبت می شود. یکی از نام‌های بسیار زیبای الله متعال خلاقه. ببینید وقتی که میگیم الله متعال خالقه تا خلاقه چی تفاوت داره؟ وقتی که میگیم الله متعال خالقه یعنی خلق میکنه، خلق کننده تمام این چیزهایی که ما در این دنیا میبینیم و اون چیزهایی که نمیبینیم، تمام اون چیزهایی که میتونیم حس بکنیم و تمام اون چیزهایی که نمیتونیم حس بکنیم و برای ما محسوس نیست، خالق از اونها الله متعال. اما وقتی که صیغه مبالغه به کار رفته و الله متعال خود خلاق یاد کرده، این خلاق بودن الله متعال به چی معنا؟ به این معنا که هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ نوعی و عددی الله متعال خیلی زیاد خلق میکنه و متفاوت خوب خلق میکنه. ببینیم ما انسان ها وقتی که قرار چیزی بسازیم، شیف جان مثلا قرار یک میزی بسازیم، خب این میز کست از این چوبه از خود خود داره، مثلا شیشه این از خود خود داره، مواد که اینا قراره بچسبانه، چسب چیزی، رنگ، یعنی ما با تمام امکانات قبلی و با استفاده از یک نمونه قبلی میخوایم یک میزی بسازیم. اما الله متعال چی رقم خلق میکنه و خلاقه؟ بدون نمونه قبلی و از هیچ چیز هر چیز میآفرینش. به این خاطر به الله متعال میگن خلاق. حالا الله متعال که خلاقه، ما انسان ها هم اجازه داده تا به این نام از خود رو موصوف بکنیم. ببینیم برای پادشاه اگه وقتی لقب داده بشه، شیف جان او دوست دارم رو لقب هیچ کس استفاده نکن، فقط رو لقب اختصاص پیدا بکنه به خود پادشاه. اما الله متعال با وجوده که اسماء از او و صفات از او هیچ کسی نمیتونه در وجود خود به معنای واقعی اونا رو به اصطلاح ما شما نادینه بکنه و دگران نشون بده و تامینه داشته باشه، ولی با وجود از هم اجازه داده به او بنده تا خود رو به اونام صدا بزنه و یاد بکنه. به این خاطر الان وقتی که یک بنده مسلمان نام خود خلاق میگذره به معنای عام و مسلمان به معنای خاص، مگر اون یک انسان خلاق باشد از زندگی خود بیاید متفاوت گپ زنه، متفاوت بنویسه، متفاوت کار بکنه، متفاوت به اصطلاح ما شما قدم برداره، متفاوت بره، متفاوت بپوشه، متفاوت بخوره، متفاوت نظافت داشته باشه، همه کار از او یک مثل یک انسان خلاق و مبتکر باشه. با همین مقدمه خود شما میریم و بحث خلاقیت و ابتکار به پیش میریم. انشالله بیشک با صحبتاش که شما کردین و خیلی هم زیبا بود، بحث رو بازتر کنیم که خلاقیت چیست و اصطلاح خلاق کیست و خلاقیت چه اهمیت داره. اگر از واژه خلاقیت شروع کنیم، خلاقیت یعنی ایجاد کردن یا آفریدن یا هم آفریدگی یک چیز برای توانایی تولید ایده، توانایی تولید راه حل های متفاوت جدید و مناسب میشه خلاقیت. مثلا برای واضح ساختن تعریف چند تا مثال رو بیان میکنم. ما در خانه یک مواد خام معمولی برای ساختن غذا داریم و طبق معمول همیشه از یک نوع غذا میسازیم، اما امروز با همین مواد خام میخوایم یک غذای متفاوت بسازیم، با ترکیب متفاوت جور کنیم. همین ترکیب متفاوت میشه خلاقیت. ما از یک مواد خام یک چیز جدید و نوی ایجاد کردیم، میشه خلاقیت. مثلا دانش آموز و یا هم شاگرد مکتب از چند پارچه کاغذ و به اصطلاح کارتن میاد اینا رو با همدیگر جمع میکنه و یک وسایل بازی و یک وسایل تفریحی برای خود جور میکنه. این میشه خلاقیت، این میشه نوآوری و ایجاد کردن چیزهای جدید. بنابراین ما در خلاقیت به چند نکته و به چند موضوع برمی‌خوریم. اولا اینکه
در خلاقیت، وقتی خلاقیت بحث میشه که یک چالشی وجود داشته باشه، یک مشکلی ایجاد شده باشه، ما به یک مشکل برمیخوریم و ما این ماه از این مشکل تیر بشیم و راه حل برای از جور بکنین، این جگاهی که ما باید به سراغ خلاقیت بریم و از ذهن خلاق خود خوب استفاده کنیم. دوم، در خلاقیت ما باید راهکارهای متعدد فکر کنیم. نگاه کنین، ذهن معمولی معمولاً از یک راه منطقی و ساده برای حل مشکل استفاده میکنه. ده. هیچ انسان نیه که در زندگی خود مشکل نخوره و در زندگی هیچ انسان خالی از مشکلات نیه. بنان دیگه انسان‌ها برای حل مشکل از همون راه منطقی و معمولی استفاده میکنه. اما انسان خلاق از راه‌های متعدد و مختلف و منطقی جدید استفاده میکنه. و نکته بعدی که در خلاقیت وجود داره بحث مناسب بودن همین راهکارها. وقتی که ما از یک راهکار معمولی استفاده نمیکنیم، این واضحه که چند راهکار جدید در ذهن ما ایجاد میکنه. همین راهکارها باید مناسب باشه، باید در خور وضعیت باشه و همین چالش و همین مشکلی که فرا روی ما هسته با همین ذهن خلاق که ما ایجاد کردیم باید مناسب باشه و حل بکنه. بسیار دقیق. ببینین حقیقتا شون جان، بین خلاقیت و ابتکار بعضی فرق قائل میشن. خلاقیت میگن تا ابتکار فرق میکنه و دلیل از اونم اینه که میگم خلاقیت همون مرحله خلق ایده یه. یعنی شما هنو ایده به گونه اجرایی و عملی به میدان ننداختین و او در ذهن شما هست. این نشان میده که شما یک انسان خلاقیم و ایده های خلاق دارین. و ابتکار همون مرحله به اجرا در آمدن همون ایده ای که شما او قبلا خلق کرده بودیم. حالا وقتی که ما بدون ایده در نظرگیری از این تفاوت ها به پیش بریم، بلی از این که ما بتونیم یک انسان خلاق باشیم، بعد اول به اهمیت خلاقیت ابتکار پی ببریم. من مثال میزنم از چند تا راهکار بسیار مهم در این زمینه و کسانی که در این زمینه خوب درخشیدن با می خلاقیت. ببینیم در گذشته ها یک گودل یک ریاضیدان معروفی بود، بازشیر یک نقاش معروف آلندیه و باخ هم یک موسیقیدان آلمانی معروف هم ایست. تا باز یک نفر یک نویسنده اینه چیکار میکنه؟ هم مورفولوژی گودل میخونه و هم از شعر و هم از باخ و بعد از با ترکیب از این یک کتاب نوشته میکنه و کتاب از اتفاقا خیلی هم مورد مطالعه و اینا قرار میگیره. چرا؟ به خاطر که او با یک ایده خلاقانه به سمت نوشتن کتاب میره و این کتاب از این باعث میشه که بیشتر مورد توجه قرار بگیره. چرا؟ به خاطر که او متفاوت فکر کرده و روی یک قضیه خاص تمرکز نکرده و میخاطر وقتی که باز بعدا روی راه های خلاقیت و ابتکار و تبدیل شدن به یک انسان خلاق بحث بکنیم، باز به این نکته بیشتر توجه میکنیم. خود شما که ما باید برای از یک انسان خلاق باشیم روی یک قضیه نباید تمرکز بکنیم. حالا ببینید خلاقیت اهمیت دیگه ای که داره. ببینید انسان های خلاق بعد از مرگ خود هم زنده هستند. تمام انسان های خلاق که از خود در هر زمینه خلاقیت و ابتکار به جا گذاشتند، وقتی که جان خود را از دست بدن، او خلاقیت و ابتکار به نام از اینا سخت. بله باقیه. بله. یعنی استادی که به روش های خلاقانه و مبتکرانه برای ما درس داد، تا وقتی که ما زنده باشیم و این دنیا باشه، او درس به یاد هر کسی که از استاد خود فرا گرفته بود و چیزهای دلچسب به یاد گرفته بود به یاد از اونه. یا مثلا خیلی از نقاش‌های معروفه که می‌بینیم با تمام ابتکارات و خلاقیت‌های یک صحنه فوق‌العاده پرمعنای در یک تصویر به اصطلاح ما شما به نقش در میارن، باز ما اونا که می‌بینیم که تا وقتی که او اثر ماندگار همون قسم به جای خود خواه میمانه. یا مثلا شما نگاه کنیم، اگر ما زندگی ما به خوردن و نوشیدن و خوابیدن محدود بشه، ما جز 16 میلیون انسان تنبل روی زمینیم. اما به محض قدم برداشتن خیلی کوتاه خلاقانه، یعنی یک کار بیشتر از خوردن و نوشیدن و خوابیدن انجام بدیم، ما برتر از 16 میلیون انسان روی زمینیم. برای اینکه انسان خلاق باشیم، ما باید به اهمیت خلاقیت و ابتکار اینگونه پی ببریم. به همین خاطر وقتی که این ارزش ها رو یاد گرفتیم و بفهمیم که واقعا نیازه که ما یک انسان خلاق و مبتکری باشیم،
که باز بعدا وقت بگذاره بله خلاقیت ابتکار و بعضی کار رو متفاوت میشه. باور بکنین که یک سنگتراشی به خاطر ای که در کار خود خوب با حوصله مندی و ابتکار و خلاقیت تمام پیش میبرد کار خود خود و کارهای مردم را انجام میداد، باور بکنه ماها منتظر از این نفر بودن تا این کار خود رو خلاص بکنه و باز بیای و خانه از اینو کار بکنه. چرا؟ به خاطر که او خود خود خلاقیت داشت. یا مثلا خیلی از انجینرها میبینیم که امروزه خیلی شدن دیگه به خاطر از اینکه نقشه ساختمانی برای یک فرد ارائه بکنن. خب اما او انجینری که خلاقیت و ابتکار بیشتر داره خیلی راحت‌تر میتونه در این زمینه مفید واقع بشه. بله، پدر و مادر وقتی که فرزند خود در تربیت میکنن، اگر با خلاقیت و ابتکارات زیادتر در این زمینه قدم به پیش بگذارن موفق‌ترن. شما نگاه کنید امروزه خیلی کمتر طفل پیدا میشه که با تکنولوژی آشنا نباشه و در کنار اوقات خیلی علاقه مندی به کتاب و مطالعه داشته باشه، خیلی کم کمه. بله، انار پدر و مادر چیکار کنن؟ خیلی از وقتا شده با ورزش‌های جالب آموزش در همین درون ورزش قرار میدن. بله. مثل یک مکتبی که در فرانسه بود، به خاطر اینکه همین وزن شاگردایی که خیلی زیاد بود اونها کاهش بده، باز این کار کرده بود. مثلا درس ریاضی که میخوندم، مثلا شاگرد بر میکرد میگفت که مثلا 24 تقسیم 6 چند میشه، خب وقتی که نمیفهمید چند پله جایی بود که مگر این بالا پایین میشد، او عدد اونجی نوشته بود پیدا بکنه. هیچ وقت دیگه زیادی هم نمیره. عیادی هم نمیره، فدر کنار از اون ورزش هم میشد. بله. و جالب بود که بعد تحقیقی که چند ساله روزی انجام شده بود و کسانی که بیشتر وزن داشتن وارد از اون مکتب شدن، بعد از ختم اون مکتب تا قبل از ورود از اون مکتب زمین تا آسمان تفاوت وزن داشتن. و این خاطر خوبه که ما شما این خلاقیت و ابتکار رو به کار بگیریم. بیشک همین تمام پیشرفت های عصر کنونی و تمام تکنولوژی و اختراعاتی که شده، این همه مدیون خلاقیته. بله. اگر همین انسان های خلاق و همین انسان هایی که همین زمینه برای اینا فراهم شده بود فکر نمیکردن و ایده های جدید خلق نمیکردن، ما اکثر به شرایط فعلی راحت نمیبودیم و اکثر تکنولوژی و اختراعات در اصطلاح شاهد همین ما نبودیم. بله. یک چیز دیگه که خیلی ادریس جان برای شکوفایی ذهن خلاق مهم و مفیده، بحث اصطلاح بحث ابتدایی از مکاتب شروع میشه. یعنی جایی که یعنی ما میسازه، جایی که از صنف اول، از صنف آمادگی که طفل به اونجا مراجعه میکنه، مکتب که آینده فرد در میسازه که آیا این فرد خلاق میشه یا فرد غیر خلاق میشه و هیچ جا از ذهن خود خو استفاده نمیکنه. پس بنان ما باید تمرکز ما بر روی بحث مکاتب و معلم های همین مکاتب و مدارس باشه که آنها باید نهایت تلاش خود خور برای به اصطلاح شگوفا نمودن ذهن دانش آموزا و ذهن اطفال بکنن که در آینده انسان های خلاق باشن و در آینده بتونن به اصطلاح با ذهن فعال و با ایده های جدید خود شرایط بهتری در کشور ما ایجاد کنند. در ادامه صحبت میکنین راجع به اینکه معلم صاحب ها و اساتید چه کار بکنن که ذهن شاگردان اینا فعالتر شه. در این قسمت متاسفانه چه شرایطی باعث شده که در کشور ما جوانان و جوانان خلاق نباشند و از مکاتب و از پوهنتون ها انسان های خلاقی به اصطلاح بیرون نشن و فارغ التحصیل نشن؟ اولین نکته که متاسفانه در مکاتب ما خیلی محسوسه بحث توجه زیاد به نمره، بحث ملاک خوب بودن و ملاک برتر بودن در مکاتب متاسفانه بحث نمره است. به این معنی که اگر هر شاگردی که نمره بیشتری داشت و نمره بالاتری داشت، او شاگرد بهتره، او شاگرد ممتازه. متاسفانه و این جایی که هدف شاگرد و هدف دانش آموز چی میشه؟ نمره میشه. وقتی که هدف نمره بشه، دیگه از تولید ایده های جدید، از خلاقیت باز میمانه و از هدف اصلی خو میمانه. متاسفانه مانع دومی که در مکاتب ما وجود داره و اساتید هم متاسفانه تعقیب میکنن، بس متدهای سنتیه، روشهای قدیمیه که به اصطلاح استاد محوریه و استاد از اول تا اخیر فقط لکچر میده و به شاگردا و دانش آموزان باید بود توجه کنن، که یکی از روشهای قدیمه و این ضربه میزنه برای ذهن خلاق دانش آموزا. و یکی از نکات دیگه که برای قسمت مهمه و باید از داخل مکاتب ما حذف بشه، بحث اینه که معلم ها و اساتید
دانشجویان تشویق نمیکنند، انگیزه نمیدن، بلکه اونها با کارخانگی زیاد، با عدم تشویق برای انجام فکر جدید و به اصطلاح عدم خواندن آنها برای نظر دادن و نظریه پردازی، این هم باعث مردن خمو ذهن خلاق و باعث مردن خلاقیت دانش آموزا میشه. همین موارد و مشکلاتی که متاسفانه ما در مکاتب خود داریم و بحث مکتب اولین بنا و اولین و اساسی ترین بنا برای رشد و برای به اصطلاح آمدن دانش آموز به جامعه. پس منن معلمای عزیز و اساتید بزرگوار ما ان شاء الله این خیلی متوجه باشن و به خیلی دقت کنن که بتونن برای همین ذهن دانش آموزا رو باز کنن با روش ها و با متد های جدیدی که به اصطلاح خلاقیت دانش آموزا ایجاد بکنه. در ارتباط به خلاقیت واژه های گوناگون وجود داره و معانی متعدده. البته خلاقیت عبارت از درک هدف و راهکار و پیکار و سنجش در یک میار و عمل کردن به زور میگن خلاقیت. معمولا خلاقیت رو میگن پرورش ذهن، پرورش استعداد و عمل کردن به استعداد در حقیقت خود خلاقیت. معنای دیگر خلاقیت یعنی نوآوری، استفاده از نمو انگیزه ها و وجیبه های فطری که الله متعال در وجود هر انسان عطا کرده، بر میگن خلاقیت. یعنی پی بردن به استعدادهای نهفته یک انسان رو میگن خلاقیت، نوآوری. مثلا در عرصه‌های متفاوت میتونیم خلاقیت ها و نوآوری های متعدد داشته باشیم، میتونیم ایده های خلق کنیم در جامعه که مفید واقع بشه در تمام عرصه‌ها، در عرصه‌های دینی، در عرصه‌های طبابت، در عرصه‌های اقتصادی، عرصه‌های مهم و متفاوت میتونیم خلاقیت ایجاد کنیم. پس خلاقیت رو به یک معنا میتونیم بگیم، تعبیر کنیم که یعنی پی برد به دریافت استعدادهایی که در وجود یک انسان را چه آشکار چه نهفته. پس میتونیم با این جذابیت به تعریف خلاقیت بیشتر پیوند. خلاقیت عبارت از یک استعداد است که درونی که به هر شخص نهفته است، که میتونه یک شخص در مورد یک موضوعی که عمومی ملت، عمومی محصلین مطالعه دارن، اما او بیشترتر در اون موضوع یعنی میتونه نوآوری هایی داشته باشه. خلاقیت از جمله مهمترین و اساسی ترین عنوان هایی که میتونه در هر بخش، چی در بخش امورات زندگی یا در بخش ادارات یا در بخش درس ها، هر انسان و هر فردی باید خلاقیت یا ابتکار داشته باشه. فرزند در رشته ای که ما میخونیم یا در کاری که ما میکنیم، باید در او علاوه بر درس ها و تعیین تکلیف هایی که شده، ما باید در رابطه وزیو یک خلاقیت داشته باشیم. فقط برای این نباشه که ما همون درس یا همون چپتر خور بخونیم و هیچ نوع خلاقیت یا پیشرفت نمیشه، چون خلاقیت و ابتکار میتونه باعث پیشرفت ما و در تئوریکلی میتونه باعث پیشرفت جامعه ما باشه. خلاقیت وابستگی های مختلف داره، به نکات مختلفی وجود داره که میتوان گفت خلاقیت یکی از بهترین راه و روشی که انسان بتونه خلاق بشه مطالعه است. انسان هایی که مطالعه میکنن یقینا دست پیدا میکنن به افکاری که واقعا او افکار میتونه یعنی قابلیت این را داشته باشه که یک نوآوری بکنه در یک عرصه ای. و همچنین انسان های خلاق همیشه علاقمند هستند. اگر انسان ها علاقمند نباشند، در مثلا در داخل مطالعه، در کتاب ها و ابهار مختلفی از معلومات، اینها نمیتونن که یک شخص خلاق در جامعه تقدیم بشن. به اساس تمام پیشرفت های یک انسان و یک جامعه، خلاقیت هایی که از اهل جامعه بروز میشه خود خلاقیت ها تشکیل میده. پس یعنی بدون خلاقیت و بدون انگیزه و بدون حرکت و استعداد، ما نمیتونیم خودخور به جای برسونیم. پس همونطور که میفهمیم لازم و ملزوم پیشرفت جامعه رو میتونیم خلاقیت، یعنی پیشرفت یک جامعه ارتباط داره به خلاقیت انسان ها و مردم و اهل جامعه که میتونن از او خلاقیتات خوب به نحو احسن استفاده کنن. خلاقیت انسان اول از هدف مهم میشه، برنامه ریزی کامل میشه، اگه پشتکار داشته باشه، استعداد در رابطه مهم داشته باشه، اگه فرهنگ مطالعه داشته باشه و اینکه اگه توفیقات این همه چیزی را که گفتم از الله تعالی تقاضا بکنه. یکی از ویژگی های خیلی خوب و عالی خلاقیت بحث اینه که ما هم زود به نتیجه میرسیم و هم خوب به نتیجه میرسیم. میگن ناسا برای انجام تحقیقات به دانشمندا خود به فضا فرستاده بود، بعد اونجا که رفتن میخواستن همین نکات رو بنویسن و یادداشت کنن. اونا وقتی که اونجا میخواستن بنویسن، همین خودکار رنگ نمیداد،
به خاطر که همی جوهر از او در فضا میمون و پایی نمیرفت و داخل نوک قلم استفاده نمیشد، یعنی خشک میشد. بعد آمدن و برای حل از این مشکل خود یک از شرکت ها صحبت کردن، قرارداد بستن با یک مبلغ هنگفته که همین مشکل حل بشه و یک قلمی بسازن که در فضا هم بتوانند از او استفاده کنند. بعد از چند ماه قلم رو با یک هزینه هنگفت دلاری میسازن و میرن به فضا و از او استفاده میکنن. همین اتفاق چند سال بعد در شوروی سابق و یا هم روسیه اتفاق میفته، اما آنها از ذهن خلاق استفاده میکنن. آنها عوض خودکار از پنسل استفاده میکنن و از مداد استفاده میکنن. همین یعنی ذهن خلاق، از با کمترین مصارف و به زودی هم به نتیجه رسیدن. چند تا نکته مهم راجع به خلاقیت دیستان، یکی که خلاقیت منحصر به افراد خاص نیه، یعنی این رقم نیه که فقط دانشمندا باید خلاق باشن یا مثلا اساتید مگر خلاق باشن. خلاقیت یک چیز عامیه و در همه جاها استفاده میشه، چه در خانه، در کارهای خانه باید خلاق باشیم، چه در درس خواندن و چه در نوشتن مطالب، چه در مثلا انجام کارهای شرکتی و مؤسسه ها. یعنی خلاقیت یک موضوع عمومیه و برای همه از استفاده کرده میتونن. یکی از ویژگی های دیگه خلاقیت اینه که خلاقیت اکتسابیه و قابل یادگیریه، یعنی این رقمیه که ارثی باشه، یک کس پدر خلاق بوده او هم خلاق همین تا سلسله به سلسله برن، نه خیر. خلاقیت یک چیز اکتسابیه و چیز کسبیه و با به اصطلاح او یاد گرفته میشه و هر کس که زحمت بکشه او رو حتما یاد میگیره و او به دست میاره. بحث دیگه که پیشتر صحبت کردیم راجع به بعضی که اولین جایی که دانش آموزا و اطفال خلاق برمیان مکاتبه. پس بنان اساتید عزیز و معلمان بزرگوار باید بیشتر تلاش کنند که در کنار تخصصی که در رشته خاص خود دارن راجع به خلاقیت، شیوه های ایجاد خلاقیت، اهمیت خلاقیت و انگیزه دهی برای دانش آموزا هم مطالعه کنند و از کتاب های استفاده کنند، سرچ کنند تا بتانند ذهن شاگردا و ذهن دانش آموزا رو برای خلاقیت ایجاد کنند. نکته دیگه ای که اساتید باید توجه کنند بحث تشویق دانش آموزا و به اصطلاح اجازه دادن آنها به نظر دادن، به نظریه پردازی و تشویق کردن آنها و عدم استفاده از تهدید و لتوکوبه. اینها مسائلیه که با استفاده از اینها میتونیم ما یک جامعه ایده پرداز و خلاق انشالله در آینده داشته باشه. بسیار دقیق شیم جان. ببینین به گفته شما تمام انسان ها خلاق همه بدون استثناء بالقوه فعالن و کافیه که یک قوه اینا تحریک بکنه و این خلاقیت و ابتکار به اصطلاح ما شما به اجرا در بیاره و بالفعل به کار انداخته بشه. به همین خاطر هیچ انسان ناامید نشه که من خلاقیت و ابتکارم نسبت به انسان دیگه کمترم، نه تو هم عین او قوه‌داری هم او به کار انداخته و تو به کار نینده. چیزی که ما در خلاقیت کمک میکنه نظمه. انسان‌های منظم خلاقیت بیشتر دارن، انسان‌هایی که نظم ندارن خلاقیت بسیار کمتر دارن. ببینیم ما چند تا مثال خیلی خود از نظم زندگی میزنم ببینیم که ما در کجا از این نظم قرار داریم. ببینیم شیف جان، مثلا ما لباس میپوشیم، مثلا وقتی که این لباس ها خود بیرون میکنیم لباس دیگه که مثلا میخواییم که بپوشیم، آیا بین برای ما مشخصه که این لباس هم کنشی شد به صلاح ما شما کسیف شد باز کدام لباس با دنبال از این بپوشیم به ترتیب مشخصه یا نه؟ خیلی نه. کم خیلی کم. و این چکار میشه؟ وقت ما اونجا در انتخاب لباس تلف میشه و خصوصا چیزی که بیشتر در بین خواهرها وجود داره و اونا به این مشکل بیشتر میخوانم در خیلی و حتی بشده ساعت ها ما انتخاب میکنم ولی باز هم هنوز نتیجه نمیرسن که چیکار بکنم. یا مثلا شده ما شما مثلا در لست داشته باشیم داخل خونه، مثلا افتوار مشخص باشه چاشت و شب ما چی میخوریم. یعنی چی به چی خاطر ما این میل است؟ ببینیم به خاطر که هر روز مشخص باشه که ما غذایی که پخته میکنیم چی مواد نیاز داره، ما این مواد داریم یا نداریم. اگر نداریم وقت برای خریدن از اونو اختصاص بدیم یا ندیم. خب اگر این غذا فلان غذایه ما چند ساعت برای پختن از اختصاص بدیم. خب اینا خیلی نظمای بسیار کوچکیه ولی پایه خلاقیت داخل خونه.
یعنی اینا همه در کنار هم که بگذاریم تبدیل میشه به یک خلاقیت ابتکار فوق العاده جالب در داخل خانه. یا مثلا قضیه دیگه که ما شما در محیط کاری خود خواه میتونیم اینا مثال بزنیم، مثلا ورقایی که رومیز مانه کج یا منظمه، کتاب های داخل خانه ما یا داخل کتابخانه منظمه یا نه همه قسم بدون کدام نظم خاصی گذاشته شده، تمام این از ما روی ذهن ما تاثیر داره. چرا؟ به خاطر که می مثلا مغز ما شما میفهمید سمت چپ و راست داره، سمت چپ مثلا با اعداد و لوقات و تحلیل و منطق و این رقم چیزهای سر و کار داره و سمت راست چپ با اشکال و رنگ ها و رویا و فرم اینا بیشتر سر و کار داره، اونا رو میتونه بیشتر عکس بکنه. شما نگاه کنید این کتاب به یک نظم خاصه نوشته شده خط به خط، اگر این به شکل دایره‌ای نوشته بشد ما به هیچ عنوان نمیتونستیم بخونیم. چرا؟ به خاطر که این مغز نیاز به نظم داره، به خاطر اون نظم خاصه که روی رخته شده خب با سرعت میتونه پیش ببره. برای از اینکه باز ما میتونیم انسان خلاق باشیم مگرم خیلی سریع فکر کنیم، خیلی سریع گاهی وقتا تمرین کنیم، مثلا برای خود خب وقت معدودی بگذاریم به حل یک مشکل ببینیم که چقدر وقت اختصاص دادیم و در کنار از اون خوب فکر کنیم. یعنی تا حدی که امکان داره مو چیزهای متفاوت، راههای متفاوتی که در زمینه وجود داره به کار بگذاریم. گاهی وقتا به بعضی از هنرها خود مسلط بکنیم، این رقم نباشه دیگه وظیفه خاص خود رو خود محدود بکنیم. مثلا نوشتن دوست داریم بنویسیم، سرودن شعر دوست داریم شعر بسرایم، نقاشی یا مثلا بافتن و دختن و اینا خیلی بسیار بسیار مهمه یا دوست هنر یاد بگیریم. بله. و در کنار خود انسان خلاق را بریم و در از اونا باشیم. خود دو انسان خلاق را بریم نفر سوم خلاق مانه، خود دو انسان تاجر را بریم نفر سوم تاجر مانه، خود دو استاد لایق را بریم نفر سوم استاد لایق مانه. و این خاطر برای از یک انسان خلاق باشیم مگر هم تمام این مسائل در نظر بگیریم و علاوه خصوص تخیل و اینا در ذهن خود خود بیشتر پرورش بدیم، چیزایی که نمیتونیم اینجی ببینیم عینی بود اونا در ذهن خود خود داشته باشیم و تبدیل بشیم یک انسان خلاق و مبتکرانه. الله متعال ما توفیق بده تا در راستای تبدیل شدن به یک انسان خلاق و مبتکر تلاش زیاد از خود بخشیم انشاءالله.